حمزه زود باش بیا باید بریم. سلام خانم، خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم بفرمایید. روزتون بخیر. خیلی از دیدنتون خوشحالم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، اومدم حسابم رو خالی کنم. بله حتما، بذارین دفترچتون رو ببینم. سراب خانم، مشکلی پیش اومده؟ خیلی ازتون عذر میخوام ولی شما حق برداشت ندارین. چرا؟ چون توی حسابتون پولی نیست سراب خانم. نمیفهمم. از حسابتون پول برداشت شده. یعنی چی که پول برداشت شده؟ حتما اشتباه شده. نه اشتباه نکردم، حسابتون خالیه. پول حاضره. پول اینجاست، ولی به شرط بهت میدم. چه شرطی؟ دیگه اینجا نمیای. باشه فهمیدم. بگیرش. خدا بده برکت. حالا برو، دیگه هم نبینمت. ببین منو، هر موقع که دلم بخواد بازم میام و میبینمت. منو ببین، من دیگه باهات کاری ندارم. حالم گم شو برو. فکر کنم که تو نفهمیدی من چی گفتم، اما به زودی میفهمی. اینها اینجا هست. از طرف اورهانتوفر جو تمامی پول حسابتون در سه قسط برداشت شده. بفرمایید. چی؟ همچین چیزی امکان نداره. پول من اورهان چرا باید برداره؟ چرا همچین اجازه ای دادین؟ به خاطر اینکه شما با آقای اورهانتوفر جو وکالت تام داده بودین. وکالت؟ من به هیچ کس وکالت ندادم. مگه این امضای شما نیست؟ همونطور که گفتم شما با آقای اورهانتوفر جو وکالت تام دارید و بر این اساس از حسابتون پول برداشته.
توجه به مدارک رسیده و بررسی های انجام شده، حمزه به خاطر قتل عمد مظفر نیمچاستان گناهکار اعلام میشه. بابا دمت امروز جاشو پیدا کرد. حمزه پسرم، بابا پسرم منو ببخش، من اگه پدر خوبی بودم الان این بلا سرتو نمیرم. منو الانم کن پسرم، من پولت برم. بابا تو چه گناهی داری بابایی؟ تو بابای منی، تو بابای خیلی خوب منی. بیشتر از این میخواستی چی کار کنی بابا؟ ها هنوز هیچی تموم نشده. من تو رو میارمت بیرون، میارمت بیرون. اگه من جمشیدم تو رو میارمت بیرون. نترس، اصلا نترس. تو پسر کی هستی؟ بابا هر کی ما رو چپ نگاه کنه حالشو میگیری. سلام خانم. آقای وکیل، یه همچین چیزی چطور میتونه اتفاق بیفته؟ لطفاً آروم باشید، بفرمایید بشینید. تو رو خدا اینا واسه من توضیح. بفرمایید بشینید. نمیتونم درک کنم، لطفاً برام توضیح بدین، این کار غیر ممکنه. ازتون خواهش میکنم آروم باشید و شمرده همه چی رو توضیح بدید. برهان همه یه پولامو بالا کشیده، فقط با این کاغذ چطور میتونه این کارو بکنه؟ که این اتفاق افتاده قبل از اینکه زخمی بشه، تاریخ اونجا نوشته شده. این چطور میشه؟ سراب خانم، این یه وکالتنامه است که تو محضر امضا شده. بله، واسه فروش زمینه یه صدات بیک داده بودم. با این چطور میتونه پولمو بالا بکشه؟ متاسفانه اینجا ذکر شده که میتونه اونهان از حسابتون پول برداشت کنه. گفته بود کارای فروش زیاد طول میکشه، گفته بود که من خسته میشم.
خدای من، من چی کار کردم؟ خیلی متاسفم، ولی از لحاظ قانونی نمیتونیم بانک رو مسئول کنیم. نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. یعنی چی نمیتونیم کاری بکنیم؟ اون آدم سر منو کلا گذاشته، چطور نمیتونیم کاری کنیم؟ وقتی اورهان پیدا بشه عاقبت پولم مشخص میشه. اگه کلاهبرداریشو قبول کنه میتونیم پول ازش بگیریم، ولی الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. Keklik gibi kanadı mı süzmedim. Neticeyi dalga çiş ödedir. Doya doya gezmedim. Bu kara چیزی نیست، به کارتون برسین، برین کنار. آلنما یازلمش بو خارا یازل قدر بیله ایمش آلارم بازی گنله sebepmeyin alnıma yazılmış bu kara yazı kader böyle imiş ağlarım Hamza بلم کن کمان گنوله سبب نه خیر باشه حافظ، چرا مثل دیوونه ها میخندی؟ چیز خنده‌داری دیدی داداش؟ چه خندیدنی؟ شبیه خونه ای شدین که تازه مرده ازش بردن بیرون. نمیشه باور کرد هر دوتاتون قیافه گرفتین. منم خواستم یه کمی بخندم، از این حال بیاین بیرون. کار بدی کردم؟ آره حافظ جا، کارت واقعا بد و زشت است. چه خوش و خندیدنی حرف میزنی ها؟ من کاروبارم کساد شده داداش، اون وقت تو نشستی جارم حرف میزنی؟ عجب بدبختی گرفتار شدیم. بهش میگم پاشو بیا قهوه خونه کار کن، میگه من اصلا از این کارو نمیکنه. من دیگه با کدوم ساز تو برقصم داداش من؟ میرم واسط بساط کباب درست کردن میخرم که بیای کباب بفروشی و پول در بیاری، بازم میبینم یه ناز دیگه در میاری و کار نمیکنی. آخه من باید چیکار کنم برای تو داداش من؟ آخه اصلا نمیفهمم. تو بهم بگو میخوای پاشم برقصم، اینجوری راضی میشی؟ ها؟ ببین رمضان، من میگم حافظ بس کن دیگه، اینقدر حرف نزن. برادر من، میدونم که اگه اون مغازه خرابم بشه تو بازم پاتو نمیذاری اونجا. من مجبورم تنهایی برم، بعدشم برمیگردی میگی تو عزیز منی، برادر منی، جون منی، عشق منی. واسه من ادا در نیار حافظ، دیگه تو رو خیلی خوب شناختم، خیلی تنبل و تنپروری. الانم نمیخواد با من بیای، من خودم تنهایی میرم.
خدا نگهت. زن داداش. چیکار کردی؟ تونستی حلش کنی؟ پولی که میخواست و بهش دادم. موضوع تموم شد. من مطمئن نیستم حالیده. اگه بازم پول بخواد، ها؟ فکر نمی کنم اون آدم دهنشو بسته نگه داره. پیشنهاد میکنی چیکار کنیم سهر؟ وقتی این کارو شروع میکردیم هر دومو میدونستیم چقدر خطرناکه. در ضمن واسه ما نجات اورهان مهمتره، مگه نه؟ یعنی کیه؟ نمیدونم کیه؟ منم سارا. درو باز کن. باز کن. آه میبینم که از هم دیگه اصلا جدا نمیشین. هرچی باشه شریک جرم همی. سارا از این افتراهای مسخره دیگه خسته شده. باید همین الان جای اورهانو بهم بگی. اونو کجا بردین؟ کجا مخفی شده اون بیشرف؟ تو هنوز اورهانو نشناختی؟ فکر میکنی اونقدر احمقه یه به ما بگه کجا میره؟ اون مطمئنن خیلی وقت یه روی ام داره با قایم شده. اون سر دنیا هم بره پیداش میکنم. بلاهایی که سرم آورده بود بس نبود، سرم کلا هم گذاشته. یعنی چی؟ همه یه پولای حسابمو بالا کشیده. چی؟ واسه من عده ی کسایی که هیچی نمیدونن و در نیار. تو هم با شریکی، بگو پولمو کجا نگه داشتی؟ چرت و پرت میگی. اون چطور میتونه پولای حساب تو رو برداره؟ بهش وکالت داده بودم. چی؟ باورم نمیشه اینقدر احمق باشی. چطور تونستی به اون وکالت بدی؟ شما هم با اون شریکی. من پولمو میخوام. باید جای اورهانو بهم بگی. تو واقعا دیوونه شدی. پول دست ما نیست، اینجام سر گردنه نیست. گم شو. دعا کنید اورهان پیدا بشه، چون تا وقتی اونو پیدا نکردم دست از سرتون بر نمیدارم. حالیده؟ تو اینو میدونستی؟ چیو سهر؟ اینکه اورهان سن همه کلا گذاشته؟ معلومه که نمیدونستم. ما اینجا تا قیرون آخر پولمونو واسه نجات دادن اون خرج میکنیم. اون وقت اون خیلی وقته که خودش گارانتی کرده. جمشیر جان، جمشیر این چه حالیه؟ نتیجه دادگاه بد بوده ره؟ گمشو بیرخ نشید جانم بذار. چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟ مگه گناه من چیه آخه؟ هیچ کس گناه نداره. تقدیر، تقدیر اینو نوشته. لعنت به همچین تقدیر رو سر نوشته. همزه و ازم میگیرن. بیا اینجا. ادامش میکنن رشید، ادامش میکنن. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا.
دخترم؟ پلیس ها به دنبال وکیل سابق اورهان توفرجو تمام شهر را زیر و رو کردند. اورهان توفرجو از بیمارستان فرار کرده. او به جرم قتل مریم شاهین و دزدیدن بچه تحت تعقیب می باشد. اورهان توفرجو به خاطر ثروت زیاد سرابدین چاستان با وی ازدواج کرده و هم اکنون متواری است. آبروریزی. از کجا پیدا کردی؟ به گلیزار گفته بودم قایمش کنه. مثلا نمیدیدم چی میشد. همه به هم میخندن، مسخره ی آدنه شدم. این بیشرف برای که سرم آورد کم بود، همه ی پولای حسابم هم برداشته. پولاتو برداشته؟ ای شیطان. بهش فکر نکن دخترم. از قدیم میگن ضرر مالی باشه جانی نباشه. خودتو اذیت نکن. وضعیت کارخونه خرابه. اگه اون پول نباشه نمیدونم چی کار کنم. قصه نخور، با کمک خدا تو همه چیو حل میکنی. مگه نه دخترم؟ شمشیر مادرش خبر داره؟ نه، به زهرا هیچی نگفتم. یه همچین چیزی ها چطور میتونم بگم؟ نتونستم بگم. اون مادره چطور میتونه تحمل کنه؟ ببین جمشیر، شاید اگه گلی حمزه رو ببخشه بتونیم نجاتش بدیم. ها آخه چطور میشه رشه؟ چرا نشه؟ اونی که مرده شوهر گلی و پدر بچهشه. اگه گلی اونو ببخشه دادگاه هم میبخشه دیگه، مگه نه؟ ها؟ یعنی تو میگی گلی میبخشه؟ آره، گلی اگه بره دادگاه، اگه با قاضی صحبت کنه بگه که من اونو بخشیدم، خب اون موقع قاضی هم میبخشه دیگه. شاید مجازات اعدامو به حبس ابد تغییر بده. اینجوری حداقل از مرگ نجاتش میدیم، مگه نه؟ گلی نمیبخشه، و کشنش هم نمیبخشه. هر کارش بکنن بازم همچین چیزی رو قبول نمی کنن. درسته، این گلی نمی بخشه، ولی تا وقتی راه دیگه ای پیدا نکردیم امتحانش ضرری نداره که. باید امتحانش کنیم دیگه، مگه نه؟ در ضمن مگه گلی اینجا نیومد؟ ازت معذرت خواهی نکرد؟ آره دیگه، مگه بهت تفنگ نداد که مواظب خودت باشی؟ شاید دلش رحم اومد و برادرشم بخشید. هرچی نباشه حمزه برادر گلی، باید ببخشه. ها؟ تو این دنیا هر کسی تاوان کارشو میده. الکی نگفتن هرچی بکاری همونو درا میکنی. حمزه خب اعتراض کن. نه، اعتراضمون بیفایده است کمال. آب رفته به جوب بر نمیگرده. خب گلی؟ گلی چی؟ شاید اگه شکایتشو پس بگیره. گلی؟ چه حرفایی میزنی؟ اون با دستای خودش میخواست بیاد و منو بکشه. مطمئنم وقتی من بمیرم گلی جشن میگیره.
زن داداش، سیب آوردم که با هم بخوریم. بذار سیبو برات پوست بکنم، نصف کنیم با هم بخوریم. نمیخواد. پس بذار چایی دم کنم. هیچی نمیخواد، لازم نیست. خب پس یه قهوه یه توپ درست میکنم، خیلی توپ با هم بخوریم. اگه بخوای این رفتار رو با من بکنی، من خودمو میکشم، راحت میشم، حیف جوون رشیدی مثل من میشه. جوون رشید، ولی به هیچ دردی نمیخوره. این چه جور حرف زدنیه خواهر؟ من واسه خودم. خب تو واسه خودت چی؟ مگه نمیبینی رمضان هر کاری از دستش برمیاد واسه یه مغازه انجام میده؟ دوست واقعی یه کمکی بهش نمیکنه؟ بهت گفت نمیخوای بیای مغازه، نیا، ولی حداقل کباب درست کن که مشتری ها زیاد بشه. تو اون کارم نکردی. زن داداش، تو میدونی چی داری میگی؟ من کوچه به کوچه، محل به محل بگردم، همه یه بچه ها منو مسخره میکنن. تو چیزی رو که میگی خودت باور داری؟ فردا پس فردا گلیزار به تو بگه. چی بگه؟ حافظ، تو که منو میخوای بگو ببینم چه کاری از دستت برمیاد. ها؟ بگه میتونی نونتو در بیاری، چی میگی اون موقع؟ برمیگردی میگی به خاطر اینکه بچه ها مسخرم نکنن تو خونه میشینم؟ نه خیر حافظ، اصلا هم ناراحت نشو، ولی هر چیزی حد و حدودی داره. من نمیتونم تحمل کنم تو شوهرمو اینقدر ناراحت میکنی. خدا به دادت برسه، شب بخیر. میبینین چقدر خانم ناراحته؟ ها؟ خیلی دلم واسش میسوزه. ببین گلیزار، انقدر تو دست و پای خانم نباش، تمام حرصشو سر تو خالی میکنه. چرا باید حرصشو سر من خالی کنه؟ مگه من بلا سرش آوردم؟ شبتون بخیر جمشیر آقا. خیر باشه. انشالله خیر میشه آقا یاسین. من اومدم گلیو ببینم، ولی نمیخوام زهرا بدونه. اگه زحمتی نیست گلیزار میتونه صداش کنه؟ خدایا، چرا من این وقت شب باید خانمو صدا کنم بیاد بیرون؟ خوبیت نداره. میدونی ساعت چنده؟ خب اگه مسئله مهمی نبود نمیگفتم که صداش بکنن. توبه توبه، ای بابا، اینم یه عادت جدیده. اگه خانم عصبانی شد به من مربوط نیست. ببخشید ببخشید خانم، میشه یه لحظه بیایید بیرون؟ کارتون دارم. چی شده گلیزار؟ چیزه، یه مسئله خصوصیه، میشه خواهش کنم بیایید بیرون؟ چی شده؟ چیزه، آقا جمشیر پدرتون بیرون منتظرتونن، گفتن نمیخوان زهرا خانم چیزی بدونه، مسئله مهمیه. چی شده؟ دخترم بیرون صدات کردم چون نمیخواستم بقیه بشنوم. چیزی رو باز بهت بگم. دادگاه رأی داد. کدوم دادگاه؟ دادگاه حمزه. محکوم به اعدام شد. خب چرا اینه به من میگی؟ یعنی چی دخترم؟ حمزه مگه برادر تو نیست؟ نه، حمزه برادر من نیست. مثل اینکه فراموش کردی اون قاتل شوهرمه. تو رو خدا آرومتر، اینقدر بلند نگو. مادرت خبر نداره، نتونستم چیزی بهش بگم. اون بفهمه دق بیکنه، تعمل نداره اون. بابا صاف و پوسکنده حرفتو بزن، چی میخوای؟ هرچی بگی حق داری، حمزه گناه بزرگی انجام داده، اما بخشش از بزرگ کنه. جلوی چشم من اعدامش میکنن. یا بزرگی کن، شاید اگه تو ببخشش
اعدامش نکنن و قاضی رأیشو عوض کنه. شاید تجدید نظر بشه و حبس ابد بهش بدن. حداقل حبس ابد بهتر از اعدامه. اینطوری میدونم که به سرم نفس میکشه. تنها امیدم توی بابا. تموم شد؟ چیز دیگه ای نمیخوای بگی؟ نه. خب پس الان دیگه برو، دیگه هم اسم اون قاتل نیار. اگه بازم اسمشو بیاری دیگه نمیتونی ما رو ببینی، نه منو نه نوتو. دخترم مگه تو وجدان نداره؟ نه، من واسه یه قاتل ها وجدان ندارم، اونم قاتل مزفر. اگه دست من باشه همین الان واسه اعدامش هر کاری میکنم. اینو فراموش نکن. ای وای، اگه بدونین الان چه خبری شنیدم. دختر چی شده؟ همین الان فهمیدم آقا جمشیر واسه چی اومده بود امارت. مثل آدم حرف زن، ما بفهمیم. قاتل آقا مظفر، این پسر حمزه، قراره اعدامش کنن. دادگاه حکم قطعی و صادر کرده. خدا به دور، توبه، عظمت تو قربون خدایا. این پسر آقا مظفر، مرد به اون بزرگیره که کل آدانه ازش حساب می بردن، کشته کرد زیر خاک. معلومه که اعدامش می کنن. خدا از سر تقصیراتش بگذره. آره، خب الان زهرا خانم چطور می خواد تحمل کنه؟ به خدا دق میکنه، خیلی سخته. بیچاره زهرا خانم از هیچی خبر نداره، واسه همینم جمشیر آقا یواشکی اومده بود اینجا خبر بده. الان قراره چی بشه؟ مگه میشه بهش خبر نداد؟ اون فقط همون یه پسر رو داره، باید برای آخرین بار ببینتش، از همه حلالیت بگیرن. هر روز میبینمش میره گوشه کنار گریه میکنه. بیچاره. میشه گریه کردن رو تموم کنی لطفاً؟ ها، باید موقعی فکر این روزا میکرد که داشت همچین پسری تربیت میکرد. پسر اون زده آقا مظفر رو کشته، مگه غیر از اینه؟ درسته. رمضان جونم پاکیزه، زود اومدی. چی کار کنم دیگه گلم؟ نشستم تو مغازه، همه مگس های مغازه رو پروندم، بعدش هم اومدم پیش تو خونه. اشکاری داره این کار؟ کار خوبی کردی. حافظ نیست؟ وقتی من خوابیدم اینجا بود. پس الان کجاست؟ نمیدونم. پاکیزه، نکنه رفتی عمارت؟ فکرشو بکن، حافظ رفته یه لگد میزنه تو در، گلیزا رو میندازه رو دوشش، بعد صبح که میخواد بیاد بیرون همه نگاه میکنن میبینن یه نوری اون دورا ظاهر میشه، حافظ از تو نور میاد، گلیزا رو مینداخه رو دوشش، عین این فیلم هندیا میشه. رمضان، من قبل از خواب با حافظ یکم بد صحبت کردم. برای اینکه به تو کمک نمیکنه دعواش کردم. کار خوبی کرد. نکنه با من قهر کرده رفته. حافظ قهر کنه بره؟ میتونه قهر کنه ولی عمرم بره. چرا بخواد بره؟ اینجا طرف راحتی، هرچی دوست داره میخوره، دوست نداشته باشم نمیخوره. برای چی دیگه باید بذاره بره؟ منم همینا رو بهش گفتم. بهش گفتم هیچ کاری نمی کنی. خیلی کار بدی کردم. بذار من محله رو یه نگاه به اندازم، شاید رفته باشه خونش. باشه، منم میام. نه دیگه چی، من الان میام. تو بگی بخواب عزیزم. قربونت برم. ا
حافظ. حافظ. ای بابا کجا میتونه رفته باشه آخه؟ اوه یخ زدم. خانم سلام، قاتل آقای مظفر پیدا شد. اون کیه؟ حمزه برادرت. غیر ممکن. هرگز نمی بخشمت حمزه. Yes.